دوباره برگشتیم به همون تیمایی که عجیب و غریبه مثل ویتنام اصلا میشینه برای ما کمی سخت، اما به هر حال بازی رو آغاز میکنن و تیم ملی ما با ترکیب ناماشنای خودش به مسافه تیم ملی کامبوج رفته. یرکت از زمین تیم کامبوج، پاس کریم انصاری فر، یه فرصت باشه محمد با خطا هست، توپ گل شد اما داور ببینم چیکار کرد، گل قبول کرده، نشون میده نقطه وسط زمین رو و گل قبول هست به نفع تیم ملی ما. چقدر زود، چقدر راحت یه زیر تاق زدیم و یکی جلو افتادیم. احمد نوراللهی است که دروازه کامبوج رو باز کرده. میبینیم با هم یه چهره نوراللهی رو زبش رو خیلی خوب میزنه و زیر تاق توپش فرود میاد، داور رفت واسه گرفتن خطا، منتظر شد دید توپ گل شد قبول کرد، گل رو به آوانتاژ به موقع داد. یرکت یه فرار داخل محوطه، مهدی طارمی، سردار آزمون هم جا هست، دوباره طارمی فنی میزنه، یه ضربه سر روی خط، ضربه سر محبی رو بیرون کشید مدافع تیم کامبوج. چنگ منگ هست کدوی رامین، یه ارسال دروازه کریم انصاری میکاره و محبی میزنه، حالا سردار آزمون گل دوم. سردار آزمون با همون استایل جدید خوشحالی خودش در باشگاه خودش در بازی ملی گل دوم رو برای ایران میزنه. سردار آزمون ایران رو خیلی راحت و خیلی زود در دقیقه دهم دو گله میکنه. گفته بودیم که شاید به نوعی تمرین گلزنی ما هم باشه این مسابقه و حالا سردار آزمون گل دوم رو به ثمر رسون. ایران دو کامبوج صفر. محبی زد توپ برگشت، دوباره سردار زد توپ خورد زمین، گرفتنش هم سخت شد و نتونست توپ بگیره که اوسوک سلاقو دروازه کامبوج باز شد. یه بغل پای راست سردار آزمون دروازه رو باز کرد و اینطوری هم خوشحالی کرد. سوت داور هندی ضربه سوکفنگ به سمت چارچوب میزنه و توپش با اختلاف کمی از بالای دروازه به بیرون رفت. سه‌شنبه هم که ما با تیم ملی بحرین بازی داریم، تیم ملی کامبوج مثلا تیم عراق باید داره، ضربه که میزنه انصاری فر واکنش دروازه‌بان، توپ برگشتی ضربه محبی و واکنش خوب این بار از سوکسلا. ضربه کورنر کوتاه کار میکنن بازیکن تیم ملی ما، رامین رضاییان یه ارسال بلند، یک ضربه ایستاد، گل سوم، گل سوم رو میزنه حسین کنعانی. همون خوشحالی معروف خودش رو انجام میده حسین کنعانی زادگان. ایران سه کامبوج صفر. یک ضربه سر محکم رو میزنه و یه نیمچه لبخندم داشت مارک ویلموتس. هم میبینیم صحنه آهسته رو، ارسال عالی، ضربه سر خوب حسین کنعانی و بدین شکل دروازه تیم کامبوج باز شد. جام ملت کیروش بهش بازی داد، به نوعی عملکرد خوبی داشته و مونده تو ترکیب تیم ملی و ویلموتس هم بهش میدون میده. احسان هاشصفی یرکت یه پاس توپ برای طارمی، دروازه بیرون رفته اونجا، سوکسلا بود در اختیار میگیره. سوت داور، حرکت رضاییان، ضربه‌شو میزنه رامی و توپ تیر خورد دست و تیر دروازه‌بان. یه بار دیگه پاس رو بیرون، طارمی ضربه‌شو میزنه و اینم گل چهارم، گل چهارم مهدی طارمی. خیلی راحت ما به گل چهارم هم میرسیم و مهدی طارمی که دروازه کامبوج رو باز کرده. مهدی طارمی بازیکن موفقمون تو لیگ پرتغال گل بعدی ما رو زد تا ایران 4-0 پیش بیفته. 21 دقیقه ایران 4 کامبوج 0. نوراللهی، سردار، کنعانی و حالا طارمی. به پای ویسال هم خورد، به نوعی تغییر مسیر هم داد، طارمی رو چسبیده مدافع کوتاه قامت تیم ملی کامبوج، ارسال به دروازه توی اون شلوغی تو دهانه دروازه و
در نهایت توپی که رد میشه و دروازه باز نمیشه. تو زمین خودشون بچه های ما توپو گرفتن. رضایان، احسان هایتسفی، تک سر، سردار، کدوی موفق روی زمین، تو برای جلو میاریم، سردار باید بشوته، میزنه، حالا سردار آزمون و سوکسلاس که اونجا توپو راهی کورنر میکنه. یرسال بلند روی دروازه، یک ضربه سر خطرناک و توپی که باز هم به بیرون میره و مدافعان ما بر میگردند. بازم محبی پشت مهاجم جریمه، میلاد محمدی، یه ارسال بلند روی دروازه، فرصت داریم واسه زدن گل بعدی. سردار بلند شد، ضربه سرش رو زد و توپی که این بار سردار میزنه و بیرون میره. خوب بلند شد علی سردار آزمون روی هوا و ضربه سر اول رو زد. فرید ایران کاملا به گوش میرسه، پشت مهاجم جریمه، محبی روی پای راز، ضربه محبی که زمینی هست و توپ بیرون میره و ضربه دروازه اعلام میشه. تارمی پاس رو بیرون، فرصت برای ضربه زدن، اشتباه دروازه‌بان و سردار خودش رو دو گله و ایران رو پنج گله میکنه. گل پنجم تیم ملی ما، گل دوم سردار آزمون هست. ایران 5 کامبوج 0. نمیدونم دو رقمی میشن به نظرتون تو این بازی؟ تیم ملی کامبوج یا خیر؟ یاد اون بازی عجیب و غریب و پرگلمون در مصاف با تیم هایی مثل مالدیو که 17 تا بهشون زدیم. مهدی تارمی 3 در مقابل 2، حسن تارمی پاس میده و اونجا بغل پایه کریم انصاری، فرد به گل تبدیل نشد. با آرامش داره کار خودش رو دنبال میکنه، براش آرزوی موفقیت داریم. مارک ویلموت، امیدواریم تیم ملی ما راحت به جام جهانی 2022 صعود بکنه، در حالی که کار سختی رو خواهیم داشت. تارمی یه حرکت، یه فضای مناسب، سردار آزمون، پاس عالی زمینی و گلر تیم کامبوج رو دستش توپو برداشته و خطاست، چون پاس رو به عقب حساب میشد و صعود باید ضربه زده بشه. کریم انصاری فرق میزنه، گل رو محکم تاق کوبید کریم انصاری فرد. حالا این ششمین گل ما بوده کامبوش کریم انصاری فرد به ثمر رسید. کریم انصاری فرد این شکل دوازی کامبوج رو باز کرد، ضربه محکم پای راستش، هیچ کاری نمیتونستن بکنن مدافعان کامبوج. از نماهای مختلف دیدیم و توی صحنه هم دیدیم که بانوانی که برای حمایت تیم ملی فوتبال کشورمون به ورزشگاه اومدن و این بازی رو از نزدیک دارن تماشا میکنن. تارمی نداشت توپ خیلی دور بشه، پا عوض کردن های مهدی تارمی، زبش رو فنی میزنه و حالا اینم گل بعدی، گل بعدی هفتایی میکنه سردار کامبوج رو و گل سوم خوده سردار آزمون. ایران 7 کامبوج 0. گل سوم سردار آزمون هست در این مسابقه. تعداد گل های ملی خودش داره بیشتر و بیشتر میکنه سردار. با هم میبینیم کار خوبه مهدی تارمی رو، پا عوض کرد، فریب داد سالت کریا رو و اینجا ضربش زد، سوکسلا واکنش نشون داد و دروازه در نهایت باز شد. ایران 7 کامبوج 0. کامبوج حالا یه توپ میره سمت چارچوب که وسط هست و راحت توپ را گرفته بیرانوند، میرن واسه یه ضد حمله اما داور هندی سوت میزنه. نیمه اول تموم شد، 7-0 به نفع تیم ملی ما. امیدوارم تماشای بازی لذت برده باشید. مرز احمدی
خب وقتتون بخیر باشه دوستان بیننده و همراهان برنامه فوتبال برتر. خیلی متشکرم از مارسل میساقی و از آقای پیروانی. نیمه دوم شروع شد و دو تیم بدون تغییر نسبت به نیمه اول با همون ترکیب زمین اومدن. یه حرکت داخل محوطه جریمه، یه برخورد، پنالتی برای تیم کامبوج دست میاد. یه خطایی که علیرضا بیرانوند خوشخواهی میکنم مرتکب شد، پنالتی رو گرفت داور به نفع کامبوج. تو همون ثانیه اول و حمله اول بازی اینطوری رفت و یه برخورد داشت با کیو سوکفنگ. علیرضا بیرانوند حرکت میکنه، سوکفنگ زبش رو میزنه و میگیره. بابا خیلی پنالتی گیره خوبیه این علی بیرو. گره پنالتی سوکفنگ رو تو ما گل نخوریم در این مسابقه و میخنده و خوشحاله علی بیرانوند. سردار آزمون پرتعداد در حمله هستیم، پاس تندوتیز برای تارمی که به توپ خواهد رسید. مهدی تارمی یه پاس رو عقب، میلاد محمدی یه کنترل، یه ارسال و پای چپ، یک ضربه سطحی و شلوغی بزن کریم انصاری فرد و میزنه گل هشتم رو. میزنه کریم انصاری فرد گل هشتم تیم ملی ما رو. داریم میریم واسه دو رقمی شدن در این مسابقه. ایران 8 کامبوج 0. و هم میبینیم صحنه آهسته رو، گل دوم خودش رو هم میزنه کریم انصاری فرد بدین شکل. یه سر توپ بعد هم با پای چپ یه بغل پای دقیق میزنه و دروازه کامبوج رو راحت باز میکنه کریم انصاری فرد. محبی پشت محوطه جریمه، تارمی میکاره برای همشهریش محبی و ضربه‌شو میزنه و به بیرون رفت توپی که محبی زد. سردار آزمون پشت محوطه، پاس عالی برای تارمی، ضربه مهدی تارمی، پاس تو در سردار عالی بود. نوراللهی دوباره رامین رضاییان، یه ارسال بلند روی دروازه، کریم انصاری‌فر و آزمون و تارمی هم اونجا هستن. تارمی برای کریم انصاری‌فر، دوباره برای تارمی، زبشو میزنه مهدی تارمی و اینم گل بعدی. 9 گله میشه کامبوج. مهدی تارمی هم گل دوم خودش در این مسابقه رو به ثمر میرسونه. ایران 9 کامبوج 0. شاکیه فکر کنم رامین رضاییان از دست سردار و تارمی. حالا کدوم صحنه رو داشت میگفت مشخص نبود. اینجا دروازه رو خیلی خوب زد مهدی تارمی، راحت دروازه کامبوج رو باز کرد. اینم خوشحالی است که روی گل اول خودش هم داشت. یه پاس بلند به سمت چپ جایی که هست میلاد محمدی، سانتر خوب روی دروازه و ضربه ساره کریم انصاری‌فر رو خیلی خوب گرفت سوکسلا. شجاعی با توپو روی دروازه بفرسته. یک ساعت از زمان بازی گذشته، ایران 9-0 از کامبوج جلو هست. گرسال بولن روی دروازه، بریم واسه گل دهم و بله کریم انصاری‌فر شماره 10 گل دهم ایران رو میزنه. کریم انصاری‌فر اون هم میشه 3 گله در این مسابقه. ایران 10 کامبوج 0. 60 دقیقه و این داستان همچنان ادامه خواهد داشت. ببینیم رکورد بازی با مالی شکسته میشه یا نه. امید ابراهیمی میخواد برای تیم ملی ما به زمین بره. نشون میده که سومین گل خودش رو زده کریم انصاری فرد. بدترین باخت تاریخ فوتبال کامبوج، باختشون مقابل تیم اندونزی بود که 10-0 به اندونزی باخته بودن سال 95 میلادی و قطعا توی مسابقه از ایران بیشتر گل خواهند خورد و این 11th گل ما هست. محبی دروازه کامبوج رو باز کرد تو اولین بازی ملی رسمیش، اولین گل ملی خودش رو هم میزنه محبی.
تا این گلش بشه پایه‌گذار سنگین‌ترین شکست تاریخ فوتبال کامبوج. یه چرخش تو نگه داشت، دروازه رو بدین شکل زد و دروازه کامبوج باز شد و ایران 11امین گل خودش رو میزنه. رامین رضاییان یه ارسال بلند روی دروازه میتونه بزنه، تارمی که مدافع تیم کامبوج زودتر ضربه سرش رو میزنه، ارسال بلند و کات داره میلاد و ضربه سر خوب و اینم گل دوم محبی، گل 12ام تیم ملی ما رو محبی میزنه. خوب شد نوشتم از اول بازی، از همون گل اول همه رو به ترتیب که چیز دستمون نپره. فعلا محبی گل دوم خودش رو میزنه و ایران 12 گله میشه. نوراللهی یک گل زد، سردار 3 تا زد، کنانی زادگان گل زد، مهدی طارمی 2 تا گل زده، کریم انصاری فرد 3 تا زده، محبی هم 2 تا زده. دو تا هم گلر ذخیره داره اگه بخواد بفرسته تو زمین که حداقل این بنده خدا سوکسلا رویش حداقل خرابتر از این نشه، که چند توپ خوبم گرفت. انرژی بهشون میدن، یه حرکت کار قشنگ و تکنیکی مهدی طارمی و میرفت واسه گل بعدی که نشد. 72 دقیقه زمان بازی گذشته و بازیکن ما فرصت دارن و ضربه فنی تو به تیر خورده، اونجا هست دروازه بان تیم کامبوج، تو با دستش در اومد و خطا هم گرفته شد. یه مهرداد محمدی پشت محوطه جریمه خود مهرداد و شد راه دور میزنه و تو که زمین خورد و شیرجه سکسیلا رو هم به همراه داشت، اما توپش تو چارچوب نبود. مهرداد از راه دور زویه پر قدرت حسین کنعانی واکنش سوکسلا رو به همراه داشت. برای قشنگ ترکیبی ملی پوشان ما میره واسه یه گل بعدی یا نه میکنه کریم انصاری فرد و بارکلا عالی کاش واسه یه رامین رضاییان. همه هم به نوعی جا مونده بودن، رامین دروازه هم جا گذاشت. خیلی از سمت راست امروز نفوذ داشت رامین رضاییان، یه حرکت پاس عالی داخل محوطه جریمه محمدی و گل، گل 13ام مهرداد محمدی دروازه کامبوج رو باز میکنه. نمایی از دو برادر بازی ملی اول و گل اول برای مهرداد محمدی. میلاد و مهرداد در آغوش هم در تکیه تیم ملی ایران و این هم دوباره نمایی از خانمای آزاد تو ورزشگاه که همراه با آقایون تیم ملی تشویق میکنن و به ورزشگاه آزادی اومدن تا بازی تیم‌های ملی ایران و کامبوج رو از نزدیک تماشا بکنن. هم می‌بینیم تغییر مسیر عالی و ضربه‌ای که زد محمدی و گل 13ام ما اینطوری ثبت شد. 5 دقیقه مونده، خود طارمی روی پای راست و شما میزنه مهدی طارمی و در دو مرحله سوکسلا توپو در اختیار گرفت. در دومین بازی رسمیش در کنار تیم ملی ما برده پرگل رو داره تجربه میکنه. طارمی پاس میده خود طارمی و اینم گل بعدی. طارمی پاس داد تا کریم انصاری فرد خودش رو 4 گله کنه. تشکر کرد کریم انصاری فرد به نوعی از مهدی طارمی، دست میزد خود هوندا واسه یه هم شاید تیم ما هم واسه تیم خودش. و طرفدار تیم کامبوج دوست عزیزمون که داره خوب تیمشون رو هنوز تشویق میکنه و بدین شکل گل بعدی رو زد، گل 14ام رو زد در دقیقه 88. چانتا چری تو بلو داد کریم انصاری فرد، تغییر مسیر میده، پاس برای طارمی داخل محوطه محکم میزنه با پای چپ مهدی طارمی و توپی که از بالای دروازه به بیرون رفت.